بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به دانش آموزای عزیزم، خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امروز گفتار دو رو با هم شروع میکنیم. مباحثی داریم از ساختار گل، یعنی گلبرگ، کاسبرگ، پرچم، مادگی کامل با هم بررسیش میکنیم و توضیح میدیم گل ناکامل چیه، گل کامل چیه، گل دو جنسی چیه، گل تک جنسی چیه، با تمام نکاتش. بریم بچه‌ها شروع بکنیم گفتار دو، تولید مثل جنسی. و بازم تأکید میکنم الان تو گفتار دو تولید مثل جنسی میخوایم در کیا بررسی کنیم؟ نهاندانگان. تیتر فصل یادت باشه، گفتم تا آخر فصلش یادت بمونه، ما صحبتم رو نهاندانه هاست. الان میخوایم تولید مثل جنسی رو در نهاندانه ببینیم چه جوریه، بررسی کنیم متنو. با ساختار گل در سالهای گذشته آشنا شدید، میدانید گل بخشای متفاوتی دارد. نام بخشایی از گل را که به یاد دارید بنویسید. هر یک از این بخشا چه کاری انجام میدهد؟ این ابتدایی گل گیر داده داستان چی؟ آقا همگه گل، اولا نکته که بارها تاکید کردم بازم میگم یادت بمونه، گل فقط و فقط در نهاندانه هاست. وقتی تو تست بدین گیاهی گلدان، این 100% نهاندانه است. این هست. حالا آقا موضوع ما طول نوست جنسیه، در نهاندانگان میخوایم اینو بررسی. چرا گل اومده همگه گل میخوایم ساختار گل چیکار به گل داریم ما؟ یادت فصل 7 موضوعمون تولید مثل بود، خواستیم تولید مثل تو انسان ببینیم. چیکار کردیم؟ ابتدا رفتیم اون بخشی که تخصص یافته بود برای تولید مثل جنسی در زن و مرد دیدیم، شناختیم، بررسی کردیم. بعد اومدیم نحوه لقاح، نحوه تولید مثل اونا رو دیدیم. اینجا هم همینه، بعد میگه اه میخوای تولید مثل جنسی در نهاندانگان ببینی، اشکالی نداره، ولی اول برو اون بخشی که تخصص یافته برای تولید مثل جنسیش اونو بشناس، با ساختارش آشنا شو، بعد برو نحوه لقا. نه مثلا همون دیگه، چجوری برای خودت اون کارو می‌کنی؟ اینجا همینه دیگه، برای نهاندانه همین. گل بچه‌ها اون بخشی است که در همه گیاهان، نه در نهاندانگان، اصلا فقط نهاندانگان گل دارن. گل بچه‌ها اساسا کارش اینه، اصلا تخصص یافته برای تولید مثل جنسی که می‌خوایم بشناسیمش. این نکته ای همین ابتدای کار بگم و اینو تصحیح کنید تو ذهنتون. قالب مردم اون من شما میجونین دیگه، اسم گل که میاد اون چیزی که تو ذهنت نقش میمونه گلبرگه که خوشگله، رنگی، تو فقط این میاد تو فکر کن گل فقط اونه. بچا اینو فقط نگیری تو میتونی گلی رو ببینی که اصلا گلبرگ نداره، اون چیزی که میاد تو ذهنت تو گلبرگه. ببین گل مجموعه بخش هایی است، ببین بخش های متفاوتی داره، ما به کل این مجموعه میگیم گل. آقا چه بخش هایی؟ گلبرگ که اونونه تو ذهنت، گلبرگ، کاسبرگ، پرچم، مادگی، ما به کل این مجموعه میگیم گل. برای همین میگم مثلا گل میتونی ببینی که گلبرگ نداره، مثلا فقط این گلبرگ خوشگل و رنگینه فلان، اون نیاد تو ذهنت. از الان دیگه میگیم گل، کل این ساختار بیاد تو ذهنت. حالا بچه ها اگر گلی، قشنگ داری گوش میکنی، اگر گلی هر چهار بخش داشته باشه میگیم این گل کامله، کامله دیگه، هر چهار تا شده. ولی اگر یکی مثلا دوتا از این چهارتا رو نداشته بود، فرض کن گلبرگ نداشته باشه، یا از این بین این پرچم و مادگی مثلا پرچم نداره مادگی داره، یا مادگی نداره پرچم، مثلا آقا بالاخره ناقصه، اصطلاح میگیم این گل ناکامله، مثلا ناکامل رو فارسی گذاشتن اشکال نداره. تو تست وقتی بدونی گلی ناکامل تو نمیتونی حکم بکنی کدومو نداره ها، ولی وقتی بهت میگه گل کامل میتونی حکم قطعی کنی هر چهارتا رو داره. برای همین این تیتر قرمز رنگ که تیتر قشنگی هم هست میگه هر گلی کامل نیست، هر یعنی قید کلی داره بهت میگه نیای تو ذهنت بگی همه گلا این چهار تا رو دارن، نه هر گلی کامل نیست، ما گلای کامل داریم ولی همه گلا اینجوری نیست که کامل باشه. حالا بریم ریز بریز این بخشا رو با هم بشناسیم، ببینیم داستانشون چه روشک، ببینیم کار داریم. مثلا اینم بهتون میگم حیفه، همین ابتدای کار، از همین ابتدای کار بدونید خوبه. این آقا گلبرگو که من میشناسم، کاربرگ من رو کاسپرگم رو شک بد نشون میدم. پرچم مادگی داستان چه؟ پرچم همون پرچم مثلا اینجوری، نه داستان اون نیست. پرچم خودمونی بهت بگم تو ذهنت بمونه 27 سال، پرچم بخش مردونه گیاهه، بخش مردونه نهاندانان، مردونه همون بخش نریش که در نهایت ما رو میخواد برسونه به گامت نر، که اینجا بچه‌ها تو نهاندانه گامت نر رو اسپرم میگیم بهش، یعنی مثل خودمون که میگفتیم اسپرم برای نرامون، برای مردمون، اینجا میگیم اسپرم. مادگی کاملا مشخصه دیگه، بخش زنونه گیا، حالا زن و مرد گیا که زن و مرد نداره، ولی منظورم داره بخش مادگیش دیگه، بخش ببین زنونش، به اون میگیم مادگی، که در نهایت کار میخواد ما رو به کی برسونه؟ به گامت ماده. فقط یه نکته خیلی مهم، گامت نر رو دیدی گفتم اسپرم مثل خودمون، و
ولی بچه گامت ماده تخمک نیست دا. تو نهان دانه تخمزاست. اسمش چیه؟ تخمزا. آقا من الان این شکل این پایین دارم تخمک رو میبینم، الان میریم بررسی میکنم. آقا من دارم تخمک رو میبینم اینجا بچه، این تخمکه اون گامت ماده نیست، این یه بخشیست که کار داریم باهاش، داستان داره. این تخمکه گامت ماده ما نیست، گامت ماده ما تو نهاندانه کیه؟ تخمزا. اینا رو حواستون باشه. بریم وارد متن. گل ساختاری اختصاص یافته برای تولید ماس جنسی است، صحبت کردیم، و همونطور که در شکل 5 میبینید دارای گلبرگ، کاسبرگ، پرچم، مادگی است که روی بخشی به نام نهنج قرار داره. نهنج وسیع و ممکن است صاف، برآمده یا گود باشه. بچه این 4 بخش رو دیدی؟ یه بستری این 4 بخش روش میشینه. فقط یه نکته، ابتدای کار دیدی هر گلی کامل نیستا، بنویس برای خودت، اینجوری برای خودت حکم نکنی. قطعا اگر من هر نهنجی رو ببینم 4 بخش روش سواره، نه آقا همه گلا که 4 بخش رو ندارن که، یکی مثلا 3 بخش داره، اون 3 بخش روش سواره. پس یادت باشه بچه این حکم قطعی برای تو نیست که هر 4 بخش، اگر گلت کامله میگی بله این بستر من، این نهنج من 4 بخش روش سواره، ولی وقتی گل من ناکامله دیگه نیا بگو 4 بخش روش سواره. ولی بله علی یار نهنج پس چیه بچه؟ یک بستری است که این 4 تا رو خدا روی این سوار کرده. ویژگی نهنج خیلی مهم و تستیه. این ویژگی قطعیه، وسیع، ولی اینا قطعی نیست، صاف، برآمده، گود. اینا ممکن است، یعنی میتوان ما بریم نهنجی رو ببینیم که صاف نباشد، میتونی ببینی برآمده نباشد، میتونی ببینی گود نباشد، چون اینا ممکن است باشد، ولی این هست، وسیع هست. پس صفات نهنج هم میاد بود. پس کارش چیه؟ یه بستر بود این 4 تا بشینن، اگر گل ما کامل بود 4 تا میشینن، گل ما ناکامل بود حالا هر چند بخشی از گلی که داره، 3 تا داره 3 تا بش، 2 تا داره 2 تا بشینه. ولی بعد علایان اون بستر است که میخواد اینا روش سوار بشه. صفاتش گفتم این قطعی است، اینا ممکن است، یعنی ممکنه صاف باشه، ممکنه برآمده باشه، ممکنه گل باشه. متن رو ادامه بدیم. رو شکل الان نشونتون میدم نه انجام میبینید. اجزای گل در 4 حلقه هم مرکز تشکیل شدن، حول یک هم مرکزی اومدن. کاسبرگ ها در خارجی ترین حلقه قرار دارن. بچه این خارجی ترین، داخلی ترین، اینم مهمه دیگه تو دست، یعنی به عنوان کد خوبه. خارجی ترین حلقه مثلا اینجوری داره روزه میخونه در گلی کامل، اینم حواست باشه ها بچه، اینم خیلی دقت کنید ها. گل کامل بود اصلا، چون بهتون بازم دارم تاکید میکنم گل ممکن اصلا کاسبرگ نداشته باشه، پس خارجی ترین این گل، این خارجی ترین حلقش که کاسبرگ نیست، وقتی کاسبرگ نداره خارجی ترین حلقه گلی که کاسبرگ داشته باشه، کامل باشه، که حکم قطعیه میگه 100% خارجی ترین حلقه یه گل کامل برای کاسبرگ میشه. کاسبرگ چند تا نکته بهت بگم بنویس. آقا کارش چیه؟ خدا اینو بنده خدا گذاشته اینجا. نقشش چیه؟ خب من مثلا دیدم اینجا پرچم مادگی، آقا بخش مردونش، بخش زنونش، خب کار دارم، کار تخصصی میخوان، حرفه‌ای کار میکنم. گلبرگ و کاسبرگ داستانشون چیه؟ بچه کار این بنده خدا کاسبرگ ها که این هایش هم دوست داشتنیه ها، بدون بچه ها میتونه یک یا چند تا، این گل میتونه یک یا چند تا کاسبرگ داشته باشه. کار این کاس، اولا بدونید سبز و فتوسنتز میکنه، کلروفیل داره و فتوسنتز و روزه فتوسنتز برای خودتون داشته باشه. نکته بعد اینه کاسبرگ ها بچه ها از قنچه گل محافظت میکنن. خدا دیدی اصلا بچه ها غالبا خدا کارش اینه، همیشه خارجی ها، خارجی ترین ها نقش حفاظتی رو معمولا دیدی دارن، اینا همینه، اون نقش محافظتی رو داره. یه نکته هم اینجا بهتون بگم ممزوج با مباحثی که در دهم داشتیم، چون حیف اینا قشنگ میشه توی تستی به دردت بخوره. یادتونه بچه ها سامانه بافت پوششی، توضیح کامل نمیدم ها، چون بهت گفته بودم با هم شرط کردیم، گفتم میخوای بیای گیاهی 11 اون بخونی، برو اونو مرور کن، من بعد این حساب میذارم تو این کارو کرد، برام توضیح کامل نمیدم، فقط میخوام کد بدم دیگه خودت بیاد تو ذهنت. سامانه بافت پوششی یادتونه خارجی ترینه تو بخش های جوان، رو پوسته، فقط دارم کد میدم، رو پوسته، رو پوستی که بر ما پوستک میساخت، کوتیکوله. پس یه نکته کلی کد دادم ها، دم گرم اون بچه‌ای که خب دیگه همه اینا رو مسلط. بچه‌ها هر 4 بخش گل، اگر گلی که کامله و هر 4 بخش رو داره، هر 4 تاشون یادتون باشه خارجی ترین لایه‌شون
رو پوستشونه و خارجی ترین قسمت اون بخششون کوتیکول است. لایه سلولی نیست تا کوتیکول بهتون گفتم، ولی کوتیکول رو پوست ساخته دیگه. برای خارج ترین بخشی مثلا بهتون گفت کوتیکول داره میگه، لایه سلولی گفت رو پوست داره بهتون میگه. اینا تو دستا به دردتون میخوره، حواستون بهش باشه. گلبرگ‌ها حلقه دوم، این چی کار میکنه آقا؟ گلبرگ‌ها در حلقه دوم و معمولاً به رنگ‌های متفاوت وجود دارن، نه حکم قطعی، معمولاً قطعاً رنگ، نه معمولاً به رنگ‌های برای چی رنگ‌های متفاوت نمیدن فلان داستانش چیه؟ این بند خداها با این رنگ‌های نه اینجوری بهت بگم، واسه جلب توجه، جلب توجه کیا میخوان جلب کنن، مشتری بگیرن. مشتری آقا داستان چیه؟ برای گردافشنا، جانوری گردافشنا میخوان بکشونن، به خصوص این حشراتو بکشونن بیارن، چون برای بحث گردافشنی نیاز به این کار دارن که اینا رو بکشونن بیان. من چقدر قشنگم زیبا، بیا پاشو بیا آقا. واسه چی میخواد مشتری بگیره؟ چون کار داره دیگه. تو بحث گردافشنا که جلوتر اونجا میبینی نقش این جانوران گردافشنا. پس اینم مشتری مداره، بنده خدا داره مشتری جلب میکنه. اونم بهتون بازم تاکید میکنم، ما معمولا به رنگ های متفاوتن، این قیدش هم میاد. آیا میدونید رنگی بودن گلبرگ‌ها چه اهمیتی دارد؟ الان گفت. پرچم‌ها در حلقه سوم و مادگی در چهارمین حلقه. این بچه‌ها رده بندی بین این دوتا را ما الان دیگه آروم آروم دیگه صحبتمون میره حول محور این دوتا، پرچم و مادگی. این خیلی مهمه، یادت بمونه مرده بنده خدا یه حلقه عقب‌تره، یعنی مرده سوم، بعد خانومه یعنی بخش زنونه، مادگی چهارمی است. این ترتیبه رو کاسبرگ، گلبرگ، بین مرده بد زنه یاد باشه. حالا مثلا این بنده خدا خانم مقدم تران یاد باشه اینجا رعایت نشده، خودمونی یاد باشه. کاسبرگ، گلبرگ، مرد، زن، اینجوری بهتر تو ذهن دون. مرد کی بود؟ پرچه هم اون نیاد تو ذهن تو، پرچه هم بخش نریل و بعد مادگی. مادگی، مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شد. اینم خیلی مهمه، اینم خوب گوش. داستان برچه چی؟ الان بگم. در واقع برچه واحد سازنده مادگی است. در مادگی چند برچه‌ای ممکن است. فضای آخ اینم خیلی جمله تسیه، حواس اینجا سیه. در مادگی‌های چند برچه‌ای زیر این خط، چون همه مادگی‌ها چند برچه‌ای که نیستن، این ممکن نباشه. همه مادگی چند نه، اصلا اینجا پایین الان می‌بینی یه مادگی داره بهت نشون میگه تک برچه‌ایه. حالا تو مادگی‌هایی که چند برچه‌ای هستن که این تک برچه‌ای نباشه، خب یه اینا هستشون، اینا ممکن است، تازه اینا نباره همشون، این قاعده کی می‌خواد بگه ممکنه تو اینا چه اتفاقی بیفته؟ فضای مادگی با دیواره برچه هم جدا بشه. تازه بچه این جدا شدنش هم بدون میتونه کامل باشد، میتونه ناقص باشد. پس گرفتین دوست آقا برچه چیه؟ من نگرفتم مطلبشو بهت میگم، پایین میریم پایین نشونت میدم، فقط این جمله رو حواست باشه. مادگیه که آقا واحد سازنده مادگی برچه است. خب نه اینجوری بهت نشونت بدم، داری گنگ منو نگاه میکنی، جالب نیست اینجوری. آه این گل کنارش هم خیلی خوشگل اسم طرف گوشتا، گل در گیاه آلبالو، دیوونه است مثلا. نه دیوونه نیست، اسمشو نوشته. نیاز داره بعدا تحلیل رو ازت میگیره، میگه آلبالو میمونه اونجا، خدای آلبالو گیلاس داستان شه مثلا تو کتاب نه برات آدرسشو گذاشته این بغل. حالا بیا تحلیل کنیم یه گلو و دیگه تو میشناسی. وقتی میگم گل سری فقط گلبرگ نیاد تو ذهنت، بازم تاکید میکنم تو میتونی گلیو ببینی که اصلا گلبرگ نداره، یه گل ناکامله. اما اینجا بچه یک گل کامل داره به من نشون میده که شما میبینید کاسبرگ که این خارجی ترین است و میبینید گفتم فتوسنتز داره و نقش محافظه داره از قنچه. گلبرگ این بند خدا را میبینید که بازم تاکید میکنم نقش کلش بیاد تو ذهنت که اولا معمولا گلبرگ رو در نهان دارنگان با رنگ های متفاوتن که تو یک کلام جلب مشتری. مشتری منظور کیه؟ اون جانور رو گردف، چون بخصوصی حشرات، چون بیشتر بچه جان آقا مگه فقط حشرات نیستن؟ نه الان میرین بررسی میکنه بهتون میگم، حشرات، پستانداری مثل خفاش و پرنده. آقا پرنده هم هستن، آره مثل مرغ شهرکار. این ستان دیگه گفتم برای خود دیگه، این دستبندیشون برید، این ستان جانوران گردفشان که دارم بهت میگم. آقا یعنی ممکنه مثلا یکی بیاد گردفشانی بکنه جز این سه گروه نباشه. حشرات که بیمه بچه بنویسید دیگه، ایفه دیگه همینجا بهت بگم، جلوتر که میخوام توضیح بدم دیگه همینجا دارم بهت میگم. ببین جانوران گردافشان این ستان، خب حشرات که میدونی بیمهرن، پستان داره مثل خفاش، پستان داره مهره داره، و پرنده ها میدونی مهره داره مثل مرغ شهر. خب پس این دو گروه مهره دارن، این بنده خودم که بیمهره است، پس من میتونم جانور گردافشان ببینم که بیمهره باشد، حشره باشد، حشره. ببین چقدر کار داریم با اینو. بله درسته که اصلا بیشتر جانوران گردافشان قیدش بیشتر اغلب کیان همین حشرات.
و میتوانم جانوری گردفشان ببینم که مهردار باشه، پستاندار باشه، پرنده باشه. حالا یه نکته قشنگ، یه تست میبینید، میگه عامل گردفشان یه گیاهی نهان دانه، نه مهردار نه بیمهر. دانش آموز هم میمونه اه نه مهردار نه بیمهره، چی نیم مهره است چجوری داستانش، نه مهره داره نه بیمهره، باده بدون اینو بادم بچه هم میتونه عامل گردفشانی میشه. برای بنده خدای جلوتر میریم سراغشون، مثل بلوط و اینو، بنده خدا باد برای اینا گردفشانی میکنه. چرا؟ اینا معمولا بچه هم داستان رو ندارن دیگه، این بحث جلب مشتری رو ندارن دیگه، آدم حساب نمی کنن جانه گردشن اینا رو، مشتری خب بنده خدا باد دیگه اینا رو میگیره. برای همون اونا بچه گلای کوچیک زیادی تولید میکنن که بتونن بنده خدا دانه گردی که الان جلوتر بهتون میگم چیه داستانش، دانه گردی بیشتری تولید کنن که چون باد میخواد بره شانسیه کیلویی دیگه، برای هم زیاد تولید کنن که بفرسته چهار تا مشتری چیزی گیرش بیاد. ولی اینا کمتر تولید میکنن دیگه، به خاطر اینکه اینجا گردافشانه خیلی تخصصی حرکت، بلند میشه میره پیش اون دانه گرده، اینو برمی‌داره میبره پیش اون دانه گرده رو. واسه اینجا مثلا این حشرات اومدن چرا؟ به خاطر فداکاری میکنن. نه، یک رابطه همیاری است، یه چیزی هم داره گیر اونا میاد، یعنی اون عاشق چشاروی نیست که میاد بشه، چیزی داره گیر اون میاد، یه کمکی هم به اون میکنه. همیاری دو سرسود نهم خونده بودی. حالا علی ها، پس دم این گلبرگ گرم جلب مشتری داره برام میکنه. خب بیایم حلقه سوم که شما بچه‌ها میبینید پرچم بخش مردونه یا بازم تاکید میکنه بچه اینی که دارم میگم خودمونی ها، تو امتحانه نبینید بخش مردونه مرد و زن دارم خودمونی بده، بخش نریه گیا اینجوری اگه میخوای بنویسی اینجوری بنویس. حالا ولی خودمونی گفتم بخش مردونه گیا. خب کاملا دارید ببینید بچه در این گیا داری شما میبینی که چند، ببین هر کدوم اینو بچه میگن پرچم، دیدی پرچم تقریبا یه میله است بنده خدا، یه مثلا یه دونه این مثلا میگه پرچم دستش، اینم یه همچین حالت یه میله است، اسم اینم دقیقاً میذاریم میله، درست میگه میله. ببین میگیم بساک، بساک هم کار داریم اینجا هم برای خودت بنویس، همینجوری تو جزات بنویس بچه‌ها. هر بساک معمولا، هر بساک معمولا 4 تا کیسه گرده داره. او کیسه گرده چی؟ جلوتر بهت میگم، عجله نکن بنویس برای خودت. هر بساک معمولا 4 تا کیسه گرده. پس بچه‌ها شناختید این بخش مردونشه. بنده خدا گفتم مردم کلا بخش مردونه، ولی سبک و مردونش یه میله یه بسه تموم شد. که میبینی چند تا پرچم داری میبینی اینجا، پس یک گیاه میتواند چندین پرچم داشته باشه. چهارمین حلقه ای که دارید بچه ها میبینید اون بخش زنونه یه گیاهه، مادگیه، که اینجا دارید میبینید بچه ها. نکته مهم اینه، قاله بچه ها میبینید سوال میکنید آقا برچه اسم دیگه مادگیه؟ سوال چرا؟ میگه آقا اینجوری نمیشه برچه مادگی، تون اسم دیگه اش اینجوری گوشیدی مترادف گرفته دیگه. نه بچه ببینید، تو اینجا شما داری گیاهی رو میبینی که مادگیش تک برچه‌ایه، ولی این برای همه اینجوری نیستا، ما مادگی داریم که چند برچه‌ایه. ببین اگر مادگی داشته باشه، ببین برچه ها رو میبینی، فرض کن تو یه گیاهی 3 تا برچه داشته باشه، حالا مادگی تو میشه مجموع این 3 تا، یعنی مجموع این 3 تا رو میگه مادگی. ولی اینجا چون مادگی بنده خدا تک برچه است، میگه آقا یه برچه رو میبینی، این همون نقش مادگی هم داره، چون تو این گیاه یه برچه هست دیگه، ولی اگه 3 تا بود کل این 3 تا رو میگفتی مادگی. برای همین بچه ها اینجا تو تک برچه داری میبینی، نیایی بگی تو مادگی همه گیاه ما کلن مثلا یه کلاله داریم، غلطه. اینجا چون تک برچه هست، بله نکن این بچه اینی که تو میبینی برچه هست که کلاله داری، خامه داری، تخمدان داری، این چیزی که تو داری میبینی واحدهای یه برچه هست. حالا چون در این گیاه یک برچه کلن هست و مادگی تو تک برچه یه، بله برای مادگیش میگه یه کلاله داریم، یه خامه داریم، یه تخمدان داریم. خامه هم بچه با اون خامه صبونه شما نکنید، این خامه طبعا نقشه مثل اون میله هر داره تو این پرچمه. علایات اینو گرفتی؟ پس یادت باشه اون برم غلط ها که بگی در همه گیاهان بر بخش مادگی ما بیش از مثلا یک کلاله داریم، بیش از یک خامه، اینم غلطه. بگو نه ما یه سری گیاهی هم داریم مثل اینا، دارم میگم تک برچه‌ای، وقتی تک برچه‌ای پس یه کلاله داره، یه خامه داره، یه تخمدان داره، پس اینم یادت باشه. حالا پس این واحد در مجموع اینو بهش بگیم برچه. حالا چون یک برچه‌ای این کل این یه دونه به این نقش مادگی منم داره، آقا نقش این داستان اینه چیه؟ حالا اینو دیدیم بساکی که گفتی کیسای گرده، احتمالا من میره تو ذهنم که کیسای گرده، دانه گرده، اون مباحث، آفرین. آره اینجا داستانش چیه؟ این کلاله داستانش چیه؟ برای خود به نسبت چه ها ویژگی این کلاله مهمه، ویژگی هاشو داشته باشه.
چسبناکه، پرماننده، متورمه. این ستا واژه خیلی تستیه برای وقتی داره بگه بخشی از برچه، یا مثل این گیا که تک برچه میتونه بگه بخشی از آفرین مادگی، اینجا دیگه میتونه بگه که. این ستا ویژگی رو برات ذکر میکنه، میگه پرماننده، چسبناکه، متورمه. ببین تختانم متورمه ولی پرماننده اصلا کد اونه، چسبناکی کد اونه. این میشه کلال. آقا چرا چسبناکه؟ برای همون بحث گردفشانه که میبینی حالا که چسبناکه بگیری این دانه گردار چرا در کار داری. این هم که شما میبینی خامه است که گفتم بچه نقشی ماننده همون نقشه میله داره تو بخش مردونگی ها پرچم. و اینم تختان میبینی. بازم تاکید میکنم خیلی مهمه این، این تخمکی که در تختان داری میبینی با تخمک در خانوم های خودمون یکی نگیر. ما در بخش مردونه گامت نرمون اسپرمه، اسمش هم میذاریم اسپرم، ولی این تخمکی که درون تختان داری میبینی این گامت ماده نیست. گامت ماده که اون گامت نهایی برای ماده هست اون تخمزاست. آقا این داستان تخمکی چیه؟ تو این تخمک داستانهایی میشود، یک روزه ای دارد که میخونم براتون که تو برسی به اون تخمزایی. اون اون بخش است، یک بخش، یک سازمان درجه که. نکته بعد بچه ها، آقا طبق شکل من دارم میبینم تو تختان یه تخمک داریم، پس یه نکته بنویسم در همه تختان ها یه تخمک وجود داره، غلطه. چرا این حکم رو پایید میکنی؟ بچه اینجا داره بهت نشون میده که تک تخمکیه، ولی شما تختانی هم میتونی ببینی که چند تخمکی باشه. این یه نکته. دو، از اون بر تو میتونی میدونی که گیاهی میتونه ببینی چند برچه‌ای باشه، چند برچه‌ای باشه پس چند تا تخمدان داشته باشه، چند تا تخمدان داشته باشه پس چند تا تخمه. ببین پس اینو یادت باشه. یک، اولا گیاهی میتواند چند برچه‌ای باشد و چند برچه‌ای بودنش یعنی اینکه چند تخمدان داره و چند تخمه میتواند داشته باشه. دو، اصلا میگه یک گیاه تک برچه‌ای، بگو اشکالی نداره. گیاه هم تک برچه‌ایه لزوماً و قطعاً، اینم به درسته یه تختان دارم ولی لزوماً به این معنی نیست که یه تخمک داشته باشم، میتونه تختان من چندین تخمک داشته باشه. پس اینم یادت بمونه. و روزه که حالا مربوط به تخمکه دیگه اینو ان شاءالله به امید خدا جلوتر مفصل با هم بررسیش بود. این از این موضوع. این نکته هم اینو می‌خواستم بهتون بگم که داشتم این توضیح برچه رو می‌دادم، برای این بود. حالا بچه مادگیه که چند برچه‌ای باشه دیگه تو میدونی، یعنی مادگیه که چندین برچه داره، به این مجموعهش دیگه میگیم مادگی. این چند برچه‌ای یا یعنی اون تک برچه مثل اینو بذار کنار، این که هیچی، این مدلی باشه، چند برچه‌ای باشه، اونم تازه ممکنه نقطعی. ببین تفسیر این جمله خیلی مهمه، که فضای مادگی با دیواره برچه از هم جدا باشه، که اینم بچه جدا شدن این برچه ها، جدا شدن اینه تازه کامل میتونه نباشه و ناقص باشه. پس اینو برای خودت داشته باش. یک، داستانی که داره میگه در مادگی چند برچه‌ایه. دو، اونم نه همه یه مادگی چند برچه‌ای، یعنی ممکنه یه سریاشون، ممکنه سری این داستان نداشته باشن. سه، تازه اونایی هم که داشته باشن این که داره میگه دیوار از هم جدا کنه، این جدا شدنش میتواند کامل باشه، میتونه ناقص باشه. این جمله رو برای تستا یادتون بمونه. بیایم پایین. فعالیت اگه چیزی داشته باشه بهتون بگم. فعالیت 4، چند نوع گل رو با تعداد گلبرگ 4 تا 6 به کلاس برید. چه روی عدد و کار دارن بهتون میگم. الف تکلپی یا دولپی بودن اونها رو مشخص کن. دیگه بذار بگم. تو گفتم ها پارسال تو دهم با هم صحبت کردیم ولی اشکال نداره بردیم مرو. بچه یادتون باشه. آقا گل آوردیم. یعنی مثلا یه گیاهی آوردیم که گل داره. خب بازدانه نباشه یه وقت. بازدانه داره میگه آقا گل فقط برای نهاندانه است. پس گیاه رو بریز دور اونور. خزه و سرخس نمیدونه بازدانه که بریز. میگی نهاندان است. داستان روی این موضوعه که حالا آیا این نهاندانه من، چون میدونی تکلپه داره دولپه، سوال میشه برات آقا این تکلپه است و دولپه، آیا من میتونم از تعداد گلبرگهاش بفهمم که این تکلپه است و دولپه؟ بله، اگر تعداد گلبرگهاش 3 تا بود یا مزربی از 3 بود، برای خودتون در حد همین نکته بنویسید. فکر نکنید مثلا تو تست اصلا بعیده یه چنین کار مضحکی که طراح بیاره مثلا گلبرگی داریم با مثلا 18، مثلا نه گیاهی داریم مثلا گلی داریم با 18 گلبرگ، شما بدونید نه دیگه آشغاله، یعنی اینجوری بخواد مثلا بگی 3 تا، خب در چیز 3 6 تا مثلا فلان هست، اینا نه. قاعده کلیش یادت باشه که بچه‌ها یادتون باشه
اون گلی که تعداد گلبرگ هاش که باز تاکید دارم میکنم اصلا بچه شما میتونی گلی رو ببینید که اصلا گلبرگ نداشته باشه، یادت بمونه ها، بازم گله، بازم نهاندانه است، یادت باشه. ولی حالا وقتی که این گله گلبرگ داره، اگر تعداد گلبرگ هاش 3 یا مزرعی از 3 این نهاندانه تکلف است. اگر 4 یا 5 تا یا مزرعی از 4 یا 5 بود تعداد گلبرگ هاش، این میشه 2 لپه. که اگر آقا 2 تا بود چی؟ داری میگی 4، 2 تا هم بود بچه 2 لپه است. یه قاعده کلی برای خواهید که تو ذهنتون باشه. ولی اینجوری نیست که مثلا 20 مثلا بگیم مثلا 21 داریم داستان چی بزنم 20. خب 3 هفته 3 بوده پس این تا اینجوری نمیکنن. یعنی اگه بکنن خیلی کار تابلو سبکی نمیکنن. ولی تو بدون دیگه حالا قاعده‌شو 3 مزرعه 3 4 و 5 و مزرعه 4 و 5 2 هم اگه بود مجلسی میشه 2 لپه. تعداد هر یک از اجزای دیگر گل چیست که با هم صحبت کردیم، گل‌ها دقت با ذره‌بین برید مشاهده کنید خودتون با سعادت تیغ و داستان و اینا، برش ارزی و طولی و داستان، یادداشت و ترسیم. واقعا خیلی خوشم میاد از این فعالیت، واقعا میکنن این کارا تو مدرسه‌تون، برش ارزی بدین و فلان و اینا، ان شاءالله که این کارا انجام میشه برای بچه‌ها دیگه. با سعادت دادایی به دست آورده، برید دادا رو به دست بیارید. بریم صفحه بعدی. آیا در همه گل‌ها این 4 حلقه تشکیل میشن؟ مشاهده گل در گیاهان متفاوت نشون میده چنین چیزی نیست. بنابراین گل‌ها رو بر اساس وجود هر 4 حلقه یا نبود بعضی حلقا در 2 گروه کامل یا ناکامل قرار میدن. همچنین گل‌هایی که هر 2 حلقه پرچم مادگی با هم داره، پرچم مادگی با هم داره، بخش مردونه بخش زنونه با هم داره، میگیم گل 2 جنسیه، کامل مشخص. اونایی که فقط یکی از اینا دارن، یا پرچم یا بخش مردونه رو فقط داره، یا فقط بخش مادگی اون بخش زنونه رو داره، این میشه تک جنس. خب تعریفش که مشخصه بچه‌ها، مشکلی هم نداره دیگه. یعنی وقتی میخونی خب کامل هر 4 حلقه رو داره، 2 جنسی، پرچم و مادگی با هم داره، تک جنسی فقط یکی از اینا رو داره، یا پرچم داره یا مادگی، ناکاملا مشخصه یه جای کارش داره میلنگه، بعضی از این حلقاشو نداره. خب اینکه تعریف نمیاد تو کنکور تو تست به تعریف بده، تعریفش که ساده است. آقا پس از این چجوری استفاده میکنن تو تستا؟ از مفاهیمش. آقا چجوری؟ یعنی برای آدرس دادن، برای حکم کردن تو. بچه اصلا این چند خط، این 4 خط جون میده برای جملات دو سمتی. آقا چجوری؟ اینجا رو خوب گوش کن برای. ببین تو تستا تر راه برای آدرس دادن یا از سمت بحث کامل و ناکامل وارد میشه یا از سمت جنسیت وارد میشه، 2 جنسی تک جنسی. چجوری حکم کنیم؟ خوب گوش کن. اگر گفت گلی کامل 3 تا نقطه که تو باید بری گزینه ها رو حالا بررسی کنی، اول باید این گل کامل یه حکمی داشته باشی بری بررسی کنی. اینجا میتونی حکم کنی برای خودت؟ آره. داره میگه گل کامله. ای گل کامله چند تا حکم؟ 1 هر 4 حلقه را دارد. 2 100% 2 جنسی. وقتی گل کامله یعنی هم پرچم هم مادگی با هم داره، پس 100% 2 جنسی. و نکته سا الان بهت بگم بچه ها، اونایی که 2 جنسی هن یعنی چی؟ هم پرچم هم مادگی رو دارن، هم بخش زنونه هم بخش مردونه رو دارن، اینو توانایی خودلقاهی رو دارن کاملا مشخص، چون هم بخش مردونه هم زنونه خودش داره. اما اونی که تک جنسیه توانایی خودلقاهی داره، این بند خدا که فقط ماده است این میتونه خودلقاهی کنه، اینی که فقط نره این میتونه خودلقاهی کنه، نه اینا توانایی دیگر لقاهی دارن. حواستون باشه ها، اونی که 2 جنسی این نیست که توان دیگر لقایی نداشته باشه ها، علاوه بر اینکه خود لقایی میتونه بکنه، دیگر لقایی هم میتونه بکنه، ولی اینا فقط دیگر لقایی دارن، فقط میتونه مثلا مرده میتونه فقط زن بگیره، خودمونی بگم این باید شوهر بکنه، ولی اون نه میتونه خودش، یعنی چون هم بخش زن نداره هم بخش مرد. پس این مفهوم هم گرفتیم، یعنی اینا رو تو تست استفاده میکنه. حالا پس اگه گفت گل کامل این حکما برام میاد، اما آقا اگه گفت گلی ناکامل چی؟ وقتی گفت گلی ناکامل 3 تا نقطه نیایی حکم کنی در طور جنسیتش ها، تو نمیتونی به گلون تک جنسی. آقا داره میگه ناکامل، یه جای کار داره میلنگه، خب باشه داره میلنگه، یه بعضی از این حلقه رو نداره، از کجا میدونی پرچم یا مادگی؟ میتونه هم پرچم هم مادگی با هم داشته باشه، یعنی 2 جنسی باشه، ولی کاسبرگ نداره، گلبرگ نداره. ببین ناکامل است ولی 2 جنسی. پس یادت باشه بچه ها، از سمت ناکامل اومد یا از سمت جنسیت 2 جنسی اومد، گفت گلی 2 جنسی، باز نمیتونی الان حکم کنی که این کامل است یا ناکامل، چون میتونه یه گل کامل باشه که 2 جنسیه، یا میتونه همین الان گفتم گل برگ نداره ناکامله ولی باز 2 جنسی. ببین پس از 2 جنسی و از ناکامل حکم قطعی نداری، از کامل حکم قطعی میکنی در تو جنسیت، از تک جنسی اگر اومد میتونی در تو کامل ناکاملش هم حکم قطعی کنی. چرا؟ داره میگه
تک جنسی، هولی تک جنسی خودش داره میگه من یه چیزو ندارم، من تک جنسی هم. مثلا اگه پرچم دارم مادگی رو ندارم. ای پس تک جنسی هستی، پس 100% ناکاملی و 100% توانایی خودلقاهی رو نداری، باید دگرلقاهی کنی. تست های قشنگ هم بچه هم مثلا این تعاریف و این مفاهیم رو یاد گرفتین، مثلا آقا نقش کاسپر دیدی اونو؟ قشنگا اینجوری میکنن دیگه. حالا یا میگه خارجی ترین حلقه فلان اینا در گلی اینا، برای همین بهتون میگم بچه ها صرفا تا گفت خارجی ترین حلقه نه یا حکم کاسبرگ دقت کن ببین اصلا گل کاسبرگ داره، مثلا داره آدرسی بدینده که یه گل ناکامله که جنسیتش دو جنسیه و گلبرگ هم داره، مثلا گلبرگ هم لابلای مفهوم آورده که باعث جلب گرد مثلا حشرات گردافشان و فلان و می توانایی خودلقایی هم داره، میگه گل ناکامله، جلبم که میکنه، گلبرگ هم مثلا داره، از اون ور خودلقایی هم داره، پس چیو نداره که ناکامل شده کاسبرگ؟ پس تو الان دو گزینه دنبال کاسبرگ میگردی که آقا خارجی ترین حلقه من، خب چرا داری میری دنبال اون؟ تازه احتمال دو گزینه این حکمو بکن، یعنی اینو برات گذاشته که قطعا این لایه مثلا این حلقه کاسبرگ نیست، اینو باید بزنی بگی آها ناکامله، گلبرگو داره، دو جنسی هم که هست اونو نداره، پس این حکم قطعی منه. پس بچه‌ها اینو یادتون باشه. نکته بعدی از اونور نقش هر کدوم از اینها رو به طور کلی تو ذهنتون داشته باشین. وقتی داره به سمت بحث تک جنسی میره آروم آروم خودتو برای این آماده کن تو تست که باید اینو تشخیص، مگه اینکه خیلی تست سبک باشه، ولی وقتی میگه گل تک جنسی از این بابت خودتو آماده کن، نه اینکه حالا بگه گل ناکامله، خب سبک توانی خود اینا از کم سبک، اینو آماده کن که بعد آروم آروم بشناسی جنسیتشو. آقا من جنسیتشو گفت تک جنسی، حالا کجا بفهمم که مادگی یا بخش نری یا مثلا فقط داره مادگی داره یا فقط پرچم داره؟ از رو اون نکات برچه رو دیدی، پرچم رو ساختارش رو دیدی، میلو بساک و فلان اینا رو دیدی، پرچم رو بچه ها دیدین که بذار اینجا روشک اینو بهتون نشون بدم، پایین این بخش متورم نمیبینی، یعنی در بخش پایین بخش نریه کلش رو بگیریم پرچمه، تو پایینش بخش متورم نداری، ولی تو بخش مادگیت برای پرچمش میبینی پایینش متورمه و بالاش هم یکم بهتون گفتم که یکی از کدهای برای کلال تورمه، این اینجوریه، بخشی از مثلا که نقش جنسی فلان در گلی تک جنسی که پایین هم متورمه فلان، برو به سمت این، یعنی اون بگو اینجوری نیست، اون یه میله است یا بالاش بساکه یکم قلم بشده یکم متورم، پایینش نه بخش تورم متورمی نداره، یعنی منظور از این نکات هم استفاده کن. بریم رون شکله این بنده خدا رو این گل تک جنسی گیا کدورم بچه اینا رو هم یادت باشه ها، توی تست دیگه میتونه اصلا اینو نگه گل گیا کدو، تو میگی آها من میدونم آلبالو اونور بهت گفته آلبالو رو گفتم مهمه، دیدی اونجا کامل بود، اینجا هم همینه کدو، اینا دیگه میتونه به اسم تو تست استفاده کنه. کدو تک جنسیه، نر جدا ماده جدا، یعنی این بخش بخش مادگی نداره، این بخش پرچم نداره. حالا بچه ها میبینید یه سر نکات از تحلیلش مهمه. اولی میبینید بچه ها رنگ آقا چی میشه که مثلا این گل ها رنگ دارن؟ به خاطر وجود رنگیزه در واکوئلشون، ده هم با هم صحبت کردیم یادتونه، پس برای خودتون بنویسین. این هم بچه نقطه اشتراک جفتشونه، هم در گل ماده هم در گل نر در گلبرگ هاشون در واکوئل این سلولاشون رنگیزه رو دارن و میبینید که رنگ گلبرگ هاشون هم زرده، یعنی آقا تا این حد هم مهمه تو تست، آره و یادت بمونه که زرد بود، یه جمله کامل درستی رو بهت میگه، کاملا مشتو درست که رنگ گلبرگ آبی فلان یا قرمزی فلان داستان یه رنگم میذاره، تو میگیم نه مهم نبوده که مثلا من اینو یادم بمونه، چرا اتفاقا مهمه همه جمله درست اون غلطه، بگو نه بابا زرد بود من یادم زرد بود، پس اینم یادت باشه. نکته بعدی بچه یکی پس این ویژگی اشتراکیشون که هر جفتشون نرو ماده، اول از ویژگی اشتراکی رو بگم بعد هر کدوم برای خودشون که تو سلولای گلبرگشون تو واکوئلشون رنگیزه دارن و رنگ گلبرگشون هر جفتشون میونه که زرد. نکته بعدی با اشتراکش بچه‌ها این گلبرگش پیوسته است. ببین گلبرگا میتونه گسسته باشد میتونه پیوسته. گسسته نیست، پیوسته است، با هم وصله، میبینید؟ حالا از اونور در این مثلا گل ماده رو بیم بررسی کنیم. تخم دانه که میبینیم بخش متورم و خامر هم میبینید بچه‌ها اینو برای خود رنگ اینم داشته باشی بد نیست. که خامش هم تقریبا سفید رنگه. واژه سفید هم برای خود داشته باش و کلالش هم بچه بنویس برای خود منشعبه،
اینم خیلی مهمه که اینم برای خودش این کلاله، این بنده خدا این قسمت گل مادر دارم میگم و کلالهش نیاد این روزه رو بچه براتون بخونه. مثلا دار مثلا این نره رو داره روزه میخونه در گل نر که کلاله آن منشوی داره میگه کدوه حواست باشه، تو کدوه تو ذهنته، این کلاله منشوی هم تو ذهنته، برای نر نیست که بگو اصلا این کلاله نداره که، این برای مادر است. به اینا هم دقت بکنید، این منشوی بودنش هم تو ذهنت بمونه. اینجا هم که کاملا بسا کمینی و میلم که زیرش هست. و یه نکته خیلی مهم که اینم حتما بهش دقت کنید، تو این بحثایی که داریم میگیم ماده و نر، یادتون باشه بچه اون بخش، ببین تخمدان خودش جزئی از بخش مادگیه، اینو یادتون بمونه. یعنی اینجوری نگید تو ذهنتون بگم مثلا مجموعه برچه ها رو تخمدان میگیم، نه، خود تخمدان هم جزئی از یه برچه است که برچه هم جزئی از یه بخش مادگیه. ما اون بخش زنونه رو کلا میگیم مادگی، چون تخمدانه تو از بحث خانوم ها تو فصل هفت مونده تو ذهن بچه ها دیگه، هی با تختان ممکنه تو تستا بازی کنن. تختان یادت بمونه بخش متورمه برچست، که حالا برچه میتونه یکی یا چند تا باشه که مجموع این داستان هم میگه مادگی، اون مادگی کله. انشالله در جلسه بعدی که برسم خدمتون همتون به خدا روزه دوست برمیاد.